وطن ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، اتک دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم بر او پا در رکاب، تا نبیند دشمن هرگز به خواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاه صف به صف. خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندن خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، کوس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاک تو گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک هم مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن. ببخشید. درود من به خداوند زبان پارسی، سلطان خراسان حکیم ابوالقاسم فردوسی، که در کتاب شاهنامه، کتاب مقدس ما ایرانیان، فرمود به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. ستایش خداوند ایران زمین را که بزرگانی چون فردوسی بزرگ را به ایرانیان ارزانی داشت. کاش لیاقت داشتن این بزرگان را داشته باشیم. درود من و کارگردان فنی برنامه خانم سارای مهربان، تقدیم همه ایرانیان ساکن ایران و آوارگان در جهان. بالا بلندترین دروهای ما نثار یاد و نام بزرگ مردان ارتش شاهنشاهی که در طول 50 سال حکومت دو ابرمرد تاریخ ایران، کشور را از گزند دشمنان خارجی در امان داشتند و جان خود را در این راه فدا نمودند. به ویژه در دو رویداد بزرگ، اولی رویداد افتخارآمیز 21 آذر ماه 1325 و دومی رویداد سراسر شرمناک فتنه 1357 قادسیه دوم، یاد و نام فردشان تا
تا جاودانه جاودانه ها جاوید و پاینده باد. همینطوری که استحضار دارید و در روی صفحه تلویزیون نوشته شده، امروز 13 دسامبر 2013 است، برابر با 22 آذر ماه 2572، شاهنشاهی هخامنشی ایرانی. حالا چرا من روی 2572 تکیه میکنم و تأکید دارم؟ به این دلیله که خدمتون عرض میکنم ایرانیان عزیز، فرزندان ایران، فرزندان آش و زرتشت بزرگ، فرزندان کوروش بزرگ، فرزندان داریوش بزرگ، بدانید و آگاه باشید که به کارگیری تاریخ بیگانگان و متجاوزین به آریابوم ما در 14 قرن پیش، یعنی تاریخ هجری شمسی، نادیده گرفتن تاریخ پرشکوه ایران پیش از حمله اسلام به سرزمین اهورایی ما و ننگاور برای هر ایرانی شرافتمند می باشد. فرزند ایران، تاریخ پر افتخار تو یعنی ایرانی از 560 سال پیش از میلاد مسیح و 1180 سال پیش از هجرت محمد ابن عبدالله از مکه به مدینه آغاز گردیده و امروز در سال 2572 شاهنشاهی هخامنشی ایرانی هستیم. هم میهن، هم وطن، هم خون، هم شهری، هم سایه. اگر هنوز غیرت و همتی در وجود اسلام زده خود سراغ دارید، تاریخ ایران را جایگزین تاریخ ننگین عرب ها بکنید و یادتون باشه اگر این کار را نکردید، غیرت و همتتونم عرب ها مثل تمام ثروت مادی و معنوی ما، یعنی از شما ها رو بردن. اینم از این داستان. یک مطلب دیگه هم که من همیشه در آغاز برنامه میگم و چقدر خوبه میبینم که در خیلی از برنامه های مختلف یا خیلی از عزیزان دیگه که در به حساب جلوی دوربین میشینن، دیدم که این مورد رو دارن همه یادآوری میکنن و اون اینه که اسامی خودمونو از عربی به ایرانی برگردونیم. من اسامی عربی رو اغلب براتون خوندم و بهتون یادآوری کردم که سکینه چه معنی داره، سغرا، رقیه، نمیدونم فاطمه. اولا دیگه الان ببخشید با نهایت شرمندگی، نه اینکه بخوام از رخشور ایراد بگیرم، ولی میخوام بگم فقط در رده رخشور و نمیدونم کیسه کش هموم و اینا باید باشه این اسامی. یادتون باشه اسامی خانومای ایرانی هر که در هر رشته ای، هر طبقه ای، ببخشید من اینو فقط به عنوان مثال خواستم بهتون بگم، باید اسامی ایرانی باشه. من کتابی دارم، همیشه صحبتش میکنم، یادم میرفت بیارم، امروز آوردم، از هنرمند بسیار بسیار ارزنده و واقعا جواهر صدا، خانم پری زنگنی، اون روشندل نازنین گل به نام آوای نامها از ایران زمین. این کتاب اونقدر زیبا، اونقدر معتبره، اونقدر ارزشمنده که الان چاپ دهمش رو من 2 سال پیش تهیه کردم. یادتون باشه اسمش هست آوای نامها از ایران زمین. اگر دوست داشتین به ما زنگ بزنید، من براتون تهیه کنم و خدمتون بفرستم، قیمتشم زیاد نیست. من میخوام برای اینکه اسامی رو براتون بگم فقط یه گوشش رو همینطور باز میکنم از به حضورتون، مثلا از کجا بگم، یه دلم میخواد یه جایی باشه که مثلا از از با ف مثلا ببینید که چه خیلی زیباست. فرخان، فرخ پی، فرخ رو، فرخ روز، فرخ زاد، فرداد، فرسمن، فرشاد،
فرناباد، فرنام، فرینوش و و و. این از ف. مثلا یه جای دیگه برم براتون از این حتی تمام اسامی اقوام مختلف را براتون، اقوام آذری، اقوام کردی، بلوچی، نمیدونم همه، تمام اینقدر زیباست این کتاب. یه چیزی در حدود بگم خدمتون، مثلا چقدر صفحه؟ 484 صفحه. مثلا اینجا براتون میخونم با گل، ببینید چه کامبینیشن، چه به حساب چون میگم مخلوط کردن اسامی و گلها یا میوه ها یا چیزهای زیبای طبیعت. به عنوان مثال مثلا گل انار، گل اندام، گل اندود، گل انگبین، گل انگون، گل انگیز، گل انوم، گل واژه، گل بیش. اصلا بیب حیف نیست به جای اینا اسامی ننگین عربا رو رو خودتون میذارین. خواهش میکنم که کسانی که از قبل مثل من هم، مثل من هم سن سال من و پیرن و دیگه علاقه به این کار ندارن، یعنی ماهایی که در الان منتظر پارکینگ خالی هستیم که بریم تو قسمت بعدی ماشینامون رو بار کنیم همونجا بمونیم، حالا زیاد بیگ دیلی نیست. ببخشید معذرت میخوام، امروز چرا کلمه انگلیسی گفتم، دیگه زیاد مهم نیست. ولی حتما بچه هاتون و جوانای عزیز، کسانی که اسمشون محمد و علی و رقیه و سکینه و نمیدونم اینا سمیه و پامیه از این چیزای عربیه، خواهش میکنم عوض کنید اسامیتون ایرانی بذارید. بچه های جدیدتون و بچه هایی که اخیرا به دنیا میان، چون بعدن شرمسار نشن. به هر جهت این هم مال این. از امروز میدونید دیروز روز 21 آذر بوده، چند مورد مهم رو دارم در این مورد که خدمتون عرض میکنم. فقط قبل از اینکه به این کار بپردازیم، برابر معمول همیشه ما از کتاب شورش 57 در آینه مطبوعات تاریخ امروز رو براتون میخونم. صفحه 269 کتاب من هست، مربوط به من، چون 21 آذر رو نخونده بودم، امروز 22 آذره، ولی من از 21 آذر براتون میخونم. میگه که در 21 آذر 1358، ببخشید سالار 1300 میگم، برای اینکه خب اینجا نوشته باید 1180 سال بهش اضافه کنیم تا سال ایرانی به دست بیاد، برابر با 12 دسامبر 1979، سالی که در ژانویه این فتنه آغاز. میگه کامیون پول بانک ملی ایران با 200 میلیون ریال، حالا 10 ماه بعد از انقلاب 200 میلیون ریال یعنی 20 میلیون تومان پول میشد اقلن باهاش 40 تا خونه خوب بخری تو تهران، آپارتمان دو سه بدرومه، اتاق ببخشید 200 میلیون ریال. عازم پادگان سنندجود مورد هجوم 5 مرد مسلح قرار گرفت و پولها به سرقت رفت. ضمناً اعلام شد که 3 نفر نگهبانی که داشتن این پولا رو بردن هیچ کدوم مسلح نبودن. حالا ببینید که این کاملا موجهه و کاملا مشهوده که اینو یکی خود همون آخوندا یا پاسدارا یا اینا برنامه‌شو گذاشتن، 3 تا بدبخت مفلوک و بدون اسلحه نشوندن اونجا رفتن، بعد خودشون 4 تا پاسدار یا 4 تا بچه آخوند مثل ممرینگو اومدن جلوشون رو گرفتن و 20 میلیون گرفتن زدن تو گوشش رفتن. تمام هر جا پولی بود به انواع مختلف بردن. بعد همون روز شیخ سدهادی خسروشاهی رئیس هیئت امنای بنیاد مسکن در مصاحبه، ببینید چه قولی داد به مردم، در مصاحبه با روزنامه که آقا ما برای تأمین مسکن مستضعفین کشور کلیه زمین‌های بی صاحب و مصادره شده را در سراسر کشور در اختیار آنها می‌گذاریم و با وام‌های بدون پیش پرداخت با دریافت اقساط 100 ماهه همه مردم ایران را صاحب خانه می‌نامه. راست میگه، تمام زمینایی که صاحبش بیچاره ترسشون در رفته بودن و فرار کرده بودن و گذشته بودن، تمام زمینا رو گرفتن
به جایی که بدن به مستضعفین و به مردم به صورت رایگان و با قرض نم 100 ماه و فلان، همه رو آخوندا دیدن. ای مثلا فکر کنید که مثلا تو جاده شمرون یا نم تو خیابون جاده مثلا شمرون قدیم یا اون بالا یا اون جای گرون قیمت مثلا اونجا مثلا یه 4 جریب 5 جریب زمین هست، بعد گفتن مثلا اینو بدیم مثلا به اون پان شهریه بیاد اینجا مثلا توش قشر گل بسازه، بعدشن یه بیلدینگ های رایز به قول اینجا یا و به قول ایران میگن ساختمانای بلندی که میگن برج، یه برج مثلا 50 طبقه میسازن و خودشون فروختن. راست میگه، زمینا رو گرفتن خود. سناتور آمریکایی ادوارد کندی با ارسال نامه‌ای، اون یادمه از آدمای ابله واقعا به نظر من، به روح الله خمینی ضمن اعلام حمایت شدید از جمهوری اسلامی تقاضای ملاقات کرد. سناتور کندی در این نامه به تاریخ 9 دسامبر 79 خطاب به روح الله خمینی نوشت: درود بر شما باد، من خون خود را به خاطر شما خواهم داد. سناتور آمریکایی کندی، اون گاپوزی گنده، به خمینی گفته من برای تو خونم میام، حق بازم و مانند شما و به راه شما که حمایت امداد و مستضعفین و کارگران است می اندیشم. آنچه شما در ایران انجام دادید موجب زلزله در جهان شده است. خمینی تقاضای ادوارد کندی را رد کرد. خب، عوارض گواهی نامه از 1500 ریال یعنی 150 تومان به 5000 ببخشید به 500 تومن نرخ شد. حالا همینجور پله پله الان فکر کنم مثلا 400 500 هزار تومنه. دهلی نو خبرنگاری فرانسه: دولت هندوستان 40 دانشجو ایرانی رو با اردنگی از کشور بیرون کرد. یعنی دیگه هر جا دانشجو و نمیدونم آدمای به درد بخور داشتن درس میخوندن یا ایرانیای اصیل بودن، اینا رو بیرون کردن، به جاش اسلامی رو بردن. یونایتد پرس: تد استیونسن سناتور جمهوری‌خواه آمریکا مدعی شد که 40 گردان از آتش شوروی در مرزهای ایران صف بندی کرد. اصفهان، ساعت 1:30 بعد از ظهر امروز، سید مهدی اشراقی، یکی از سرمایه‌داران و صاحبان کارخانه در ایران، به اتهام شرکت در قیام 28 مرداد سال 32 در اصفهان تیرباران شد. سال 32، حالا سال 57، یعنی میشه چقدر؟ میشه 25 سال بعد. اصلا هر چیزی بعد از 7-8-10 سال اصلا دیگه یعنی به حساب از بین میره. این چیزای مثل نمیدونم چیزای سیاسی و غیره یا هر چی، حتی دزدی فلان، قتل شاید نه، ولی در اینا بعد اینو گرفتنش ادامه. چرا؟ برای اینکه پول داشت، کارخونه داشت، میخواستن پول و کارخونهشو بگیرن. و اموال منقول و غیر منقول وی، همسر، فرزندان و کلیه خیشان نسبی و سببی او مصادره گردید. یعنی تمام مال اموال خونه را از زیر پای زن بچهش کشیدن، چون پولدار بود و مثلا حق حساب به این آشغال نداده بود. پنجشنبه 22 آذر، امروز تبریز کنم، شیخ لاهوتی، سرپرست سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مصاحبه با روزنامه کیهان فاش ساخت که دستور انفجار سینمای قم در زمان شورش های انقلابیون اسلامی از سوی سید احمد خمینی فرزند روح الله صادر گردیده. پس ببینید، تمام سینماها، تمام نمیدونم رستوران‌ها، همه اداراتی که آتیش می‌زدن، اینا همه به دستور آخوند بود. بعد هیچی کار می‌کردن، توده‌ها و مجاهدین و کمونیست‌ها و آخوندها و جبهه ملی‌ها و روشن فکرها و غیره و غیره، میگفتن شاه کرده، حکومت شاه کرده، ساواک کرده، مثل سینما رکس آبادان که حتی دیدین در هفته قبل براتون خوندم که آمریکایی چند تا دکترای دانشگاه های آمریکا اومده دارن گفتن بله ما میدونیم که شاه تمام سینما رو آتیش زد، 400 نفر رو کشت و اینا، درصد که بعدا خود اونی که آتیش زده بود اومد در فیلم سینما رکس آبادان هم ساخته، آقای پرویز صیاد نازنین، هنرمند بزرگ ایرانی، هم میبینید که اون یارو چی بود، تکبلی زاده، گفت نه آقا، خود آقا خامنه ای و نمیدونم آقا سید خره و نمیدونم کیو 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 اینا به من گفتن، نفتش هم اینا آوردن، نمیدونم گازش و چیزش و آشغالاش و فلانش و اینا، که خود آخوندا دستور داده.
امروز 280 نفر از پاسداران طرفدار محمد رینگو پسر منتظری عاشقه که در فرودگاه مهرآباد متحسن شدن و نمیدونم شیشه ها رو شکستن، اینا که میخواستن برن فلسطین نذاشتنش. 23 آذر یونایتد پرس فرانسه یک هواپیما با 30 تن درخت سیب و گلابی از فرانسه عازم شهر تبریز شد. این درختان به موجب قراردادی که در سال 1000 ببینید چه کارهایی داشتن زمان اعلیحضرت میکردن، در 1973 79 انقلاب شده، یعنی 6 سال قبل از این فتنه اینا قراردادی بسته بودن که یک باغ، حالا میخونم، یک باغ بسیار بزرگ سیب و گلابی در تبریز درست کنم که در سال 73 میان ایران و فرانسه منعقد شد برای ایجاد باقی عظیم در آذربایجان خریداری و کل مبلغ آن به اقساط سالیانه به فرانسه پرداخت کردید. قرار است 5 هواپیمای دیگر تا هفته ی آینده بقیه درختان را به تبریز حمل کنند که احتمالاً دیگه 5 تا دیگه شو گفتن آقا پولشو بدین دیگه نمیخوام باغ، میخوام چیکار، ما اسلام رو میخوام. پیش از ظهر امروز روح الله خمینی در دیدار با سرپرست اعضای کمیته 14 گانه تهران طی سخنانی از کسانی که بر پایه ایمان خود مبارزه و جانبازی میکنند ستایش کرد و در این زمینه به سپهبد مهدی رحیمی، این توجه کنید، خمینی از افسرای زمان اعلی حضرت تعریف کرده، اینا رو تایید کرده با اون حماقتش، با اون که ان ایرانی بودن غیر ایرانی بودنش، ولی حالا از حیوانی براتون صدا پخش میکنم که ببینید این حیوان الان در اینجاست، در یک تلویزیون هم برنامه داره، هر رو ای استاد استادم به اون فلانجاش میبندن چه میگن یابو ورش نشفه کرده، واقعا حیوان بزرگیه. اون وقت این حیوان فقط به نظامی های ما، به اعلی حضرت ما، به پادشاهان ما توهین میکنه، این شطور بی همه چیز. حالا براتون صداشو پخش میکنم، میخوام بگم که خمینی با همه چیزش مثل آخون بودنش، ببینید چی میگه. میگه در این زمینه به سپهبد مهدی رحیمی فرماندار نظامی تهران و رئیس کل شهربانی کشور شاهنشاهی اشاره کرد و گفت او ایستاد و گفت من طرفدار شاه بودم و هنوز هم طرفدار شاه هستم، این مرد را کشتن اما او مردانه ایستاد و مردانه مرد. ببینید وقتی که یک دشمن از یک نفر، از یک سرباز ایرانی، از یک جنرال ایرانی تعریف میکنه، حالا ببینید اون کثافتی که اینجا نشسته توی تلویزیون و هفته 3-4 روزم برنامه داره و توی یکی از برنامه‌هاش که به شاهنشاه ها، به دوتا پادشاه و به شاهزاده داشت توهین میکرد که اونم احتمالاً در جلسه دیگه براتون میذارم، این گفت حتی رئیس تلویزیون هم اینجا واسدن نگاه میکنن، یه همچین کثافتی رو میذارم تو تلویزیون، این باید بره تو اون تلویزیون های اونور آمریکا بشینه با اون یاروداتیه که میگفت که شاه فقط هواپیما بلد است ببره، هیچ کاری دیگه بلد نبود. اینم اتفاقا تو یه برنامه پریروزش این آقای چیزم شطورم همینو گفت، البته این فیلماش هست مال قبله، من الان میگم از کجا آوردم. اینم دیدم دقیقا همین حرف رو زد، گوه آره فقط شاه‌های پهلوی همشون فقط هواپیما بلد بودن ببرن، هیچ چی دیگه بلد نبود. اون یارو دهاتی ظرفشور رستوران هم که اون برای آمریکا تلویزیون داره با اون لهجه خیلی چیزش میگفت که آره شاه فقط و فقط هواپیما، هیچی سواد نداشت. من گفتم ببین دیگه، میگن که حالا بعد داستانش رو تعریف میکنم، بذار اینو بخونم. بر پایه ایمان خود خلاصه باریکلا 24 آذرم براتون خیلی سریع تونتون میخونم مواردشو، خیلی وقتمون گذشت. 24 آذر میگه یکی از مسئولین امور مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک مصاحبه تلفنی با روزنامه کیهان مورد بودجه این سپاه گفت در 6 ماه گذشته مبلغ 2500 میلیون ریال یعنی 25 میلیارد ریال، حالا ببینید چقدر میشه، حالا حساب کنید اون موقع یعنی 250 میلیون تومان
برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هزینه شده است که بزرگترین رقم آن مربوط به حقوق پاسداران عضو این سپاه است. برای اینکه هر چی لات و چاقو کش و نمیدونم چیز به حساب دزد و زندانیای دزد و نمیدونم قافله زن اینا بودن، اینا رو آوردن کردن سپاه پاسداران. ضمناً هزینه تعلیم نظامی پاسداران عضو این سپاه به دستور خمینی از بودجه سازمان بسیج تأمین می‌گردد. کیهان نیروهای ارتش عراق با سلاح‌های سنگین بخشی از مناطق مرز ایران را مورد تجاوز قرار دادند. ضمناً بنا به گزارشات رسیده نقل و انتقالات وسیع نظامی در آن سوی مرزها در حرکت است. یونایتد پرس دو مورد دیگه هست میگم و دیگه این کتاب می‌بندیم. دادگاه اینا اتفاقاتی است که در سال 57 و 58 تا یک سال دوره جدید انقلاب انجام شده. من دارم براتون به عنوان یادآوری میخوام. دادگاه بین‌المللی لاهه امشب طی حکمی که 15 قاضی این دادگاه به اتفاق آرا تایید کردند، رأی به آزادی گروگان‌ها دادند که از جمهوری اسلامی گفت که بله. پادشاه ایران امروز پایگاه نظامی آمریکا در تگزاس را به قصد کشور پاناما ترک کردند. این سفر به دعوت ژنرال عمر تریخوس مرد نیرومند کشور پاناما صورت گرفت. پاناما ششمین کشوری است که پادشاه ایران پس از خروج از کشور در آن اقامت میکنند، که پاناما بعداً قرار بود که با چیز با قدس‌زاده با هم دیگه ساختن، یه پول گنده‌ای دادن بهشون که پادشاه رو تحویل بدن، ولی بازم خوشبختانه به آقای گویا مثل که کیسینجر و آقای فورد و اینا فکر میکنم اینا خلاصه واسطه شدن نذاشتن، و ضمناً از ترس اون مرد بزرگ انور سادات بزرگوار که یادش همیشه تا ابد جاوید هست به خاطر مردی و مردونگیش. خب این تموم شد، اینو خوندم خدمتون. حالا عرضم به حضور مبارکتونه که همینطوری که استحضار دارید، دیروز روز 21 آذر ماه بود. در تمام دنیا رسمه که همه کس از نظامیای کشورش، از نظام اونایی که بالاخره سالهای سال اون مملکت رو نگه داشتن، حفظ کردن، با نثار خونشون، با نثار وقتشون. من دوستانی داشتم که با من به حساب دانشگاه دفتری رو تموم کردیم و در جاهایی رفته بودن که میگفت ما در سال آدمی غیر از اون مثلا 100 تا 200 تا 300 تا سرباز خودمون هیچ کس رو نمیدیدیم. نه مغازه‌ای بود، نه جایی بود، نه وسط بیابون، فقط دم مرز زندگی میکردن برای چند وقت، برای 2 سال، برای 3 سال. بعد از 3 سال مثلا منتقلش میکردن، حالا میوردنش توی پادگانی که مثلا توی شهر بود و غیره. حالا یه کسی هست که من باید داستانش اول براتون بگم، بعد یه گوشه ای از سخنانشو ببینید. رزالت یعنی کاری که دارد خمینی چی ها دارن انجام میدن، آخوندا دارن انجام میدن، اینم اینجا داره میده. این مل این میگن یه تریاکیه، تریاکش از ایران. من در یک مقاله خوندم که 260 لول تریاک بهش دادن هدیه، به خاطر اینکه فقط از پادشاهان پهلوی و از نظامیای ایران بد بگه و اینا رو بد به حساب بد نشون بده در اذهان عمومی در ایران به ویژه. من حالا یه گوشه از این کسی که میخوام براتون بگم، خودش افسر شهربانی شده بوده. در ماهای اولی که یک شب ماموریت میذارنش در کلانتری، این شاهدش، اون افسر فرماندهش اینجا هست، جناب سرهنگی هستن، نازنین بزرگوار، یکی از افسران بسیار نازنین شهربانی. ایشون شاهدن، میدونن، ولی من حالا فعلا اسمشون رو نمیگم تا در صورت لزوم. به هر جهت این افسر شهربانی میشه، میاد شب اولی که میذارنش نگهبانی، میدونی شبا چیز میدادن نگهبانی میره، افسر کشیک بودن دیگه. گویا یه مادری با پسرش میان، یه مشکلی داشتن شبونه یا عصرونه، میان که شکایت کنن، این پسره رو اقفال میکنه و میبره بیرون، به پسره تجاوز میکنه.
بعد اینا خب راهی نداشتن، میان به شهربانی این طرف اون طرف شکایت میکنن، دستشون به جایی نمیرسه. بعد میرن به فرمانده لشکر، فرمانده لشکری که در تبریز بوده، با اون شکایت میکنن. اون این افسر میخواد اولا همونجا شلوارشو در میارن و حسابو با شلاق به اون دهنه پشتش میزنن که الان ازش همینجور این تراوشات میکنه، شلاق حسابی بهش میزنن، بعدن میدنش دادگاه، زندانش میکنن، به شرف اعلیحضرت میرسونن، شرف ارزی تعیین میشه و با اردنگی و خفت اینو از ارتش میندازن بیرون از شهرمان. این از اون زمان دشمن رضا شاه شد، دشمن پهلوی شد، دشمن تمام نظامی ها شد. حالا یه گوشه ای از سخنان این یاوه سرای دهنگشاد تریاکی رو من میخوام خواهش کنم که سارا جان اگر فرصت میکنم، هنوز حاضر نیست چون خیلی طولانیه، من اینو از برنامه آقای خسرو فربهر گرفتم. من نشنیده بودم اون موقع، شاید اون موقع من سر این کار نبودم، ولی شنیدم مال سال 2012 است که داره چقدر توهین میکنه به نظامیان ما و با اون دهن گشادش کاری که از پایین میکنه از دهن میکنه، یعنی به جای از اون پایین از دهنش همون صدا رو در میاره. یه آقایی که هی بهش لقب استاد استاد میبندن، الان دیگه هر شاخ شکسته ای، هر نمیدونم آشغالی رو مردم میان خب بیچاره نمیدونن لقب استاد و استاد بهش میبندن که به اندازه گاو نمیفهمه. من حالا چون واقعا این لازمه که براتون بگم، این یه تیکه رو یکی دو سه بارم اینو میگم از برنامه خسروخان فربهر من گرفتم، یعنی مال خودشه ولی این تو برنامهش نشون داد، پاسخش داد ولی خیلی مؤدب، خیلی که آقای فلانی آقای شطور شما اونها باید این طوری میکردین اینا، ولی خب من چون اونقدر چیز نیستم، با تربیت نیستم مثل خسروخان. من حالا اینو گوش بدین، من بعد براتون داستانشو بازم توضیح میدم. مقایسه میکن یه ارتش پیزوری پوشالی بوده، یه آخوند پاشو درمالین نیومده بخار شده. شما فکرشو بکنید، من حسا اینا رو به شما نشون میدم، این جنرال های چار ستاره شو بگولی بگولی انگاری گارسون رستورانه هستن. جنرال پارتی بودن دیگه اینا، اینا جنرال شب عرق‌خوری قمار بودن، جنرال که نبودن که، یه مش نوکره عرض میکنم که تعظیم حتی بیشتر کمرش خم میشد اعزاز بیشتری داشته در این رژیم گذاشت. بنده کرد از کجا به کجا رسید، یه مقایسه میکن یه ارتش پیزوری پوشالی بوده، یه آخوند پاشا درمالین نیومده بخار شده. شما فکرشو بکنید، من عکسای اینا رو به شما نشون میدم، این جنرال های چار ستاره شد بوبولی بوبولی انگاری گارسون رستورانه هستن. جنرال پارتی بودن دیگه اینا، اینا جنرال شب عرق‌خوری قمار بودن، جنرال که نبودن که، یه مش نوکره عرض میکنم که تعظیم حتی بیشتر کمرش خم میشد اعزاز بیشتری داشته در این رژیم گذاشت. بله کرد از کجا به کجا رسید، یه مقایسه میکن یه ارتش پیزوری پوشالی بوده، یه آخوند پاشا درمالین نیومده بخار شده. شما فکرشو بکنید، من عکسای اینا رو به شما نشون میدم، این جنرال های چار ستاره شد بوبولی بوبولی انگاری گارسون رستورانه هستن. جنرال پارتی بودن دیگه اینا، اینا جنرال شب عرق‌خوری قمار بودن، جنرال که نبودن که، یه مش نوکره عرض میکنم که تعظیم حتی بیشتر کمرش خم میشد اعزاز بیشتری داشته در این رژیم گذاشت. خیلی ممنونم از کارگردان. دیدی میگه که آب که سر بالا میره قورباغه ابو عطا میخونه، یا در جای دیگه میگه مار که پیر میشه قورباغه رو سوار میشه. ببینید
عزا چه عزایه، واقعا چقدر ما بدبختیم، چقدر بیچاره ایم که یک حیوانی در تلویزیون ایرانی، در یک تلویزیون سیاسی، در یک تلویزیونی که ادعا میکنه که به نفع مردم ایران، به نفع پادشاهی ایران، به نفع نمیدونم انسانهای ایرانی داره برنامه اجرا میکنه و تلاش میکنه، یک چنین حیوان بی صفت شیرهی تریاکی آشغالو میذارن که میگه اینا کو جنرال نبودن، قوقلی 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 قوقلی، اون وقت به این حیوان میگن استاد. واقعا که ما خلایق هرچه لایق باید استادمون این باشه. این خمینی با اون همه آخوند بودنش گفت که این چقدر مرد بوده، این چقدر انسان والای بوده، بعد این حیوان شیرهی تریاکی که اگه صبح یه دو تلول تریاد نزنه نمیتونه بیاد بشینه اونجا زرت و زرت بکنه، این وقت بشینه راجبه ارتش اینا رو میگه. یه برنامهش هم دیروز شنیدم که راجبه رضا شاه دوم، شاهزاده نازنین و محمد رضا شاه و چیز و رضا شاه کبیر همینو گفته، گفتم دقیقا حرفی رو میگه که اینا معلومه کاملا از سازمان اطلاعات ایران میاد، به اینا براشون مینویسن یا حق نمیکنن یا لقمه رو میگیرن، لقمه کثافت رو میذارن دهنشون و هر چیزی که از پشت اونا در بیاد اینا میلیسن اونجا رو تمیز میکنن و میان تکرار میکنن. این و اون حیوانی که اون طرف لس آنجلس هست میگفت شاک و راننده و فقط هواپیما بلد بود. این هم این استادم همینو گفت. حالا تو اون فیلم بعدی احتمالا در روزهای آینده براتون میذارم. تلفن دارم خیلی به من گرون تموم شد. بازم احترام تلویزیون رو دارم، نمیدونم چیکار باید بکنیم که بیشتر از این بهش بگم. نازنینم روی خط هستن، بفرمایید. خواهش میکنم جونم. الو، درود بر شما آقای باقری. درود به شما عزیزم. آقای باقری جونم، در روان پاک دو پادشاه بزرگ، رضا شاه بزرگ، محمد رضا شاه آریانه، آلا حضرت پادشاه خوب، پادشاه واقعا وطن پرست، ما با این دو پادشاه واقعا افتخار باید تا عمر داریم بکنیم. و همینجوری که الان نشد ادی اردشیر نازنین و که وقتی اونجوری سلاخی کردن، این آدمی که بی قلب، اصلا قلبش مثل سنگ میمونه، اینجوری میگه اینا رو گوگوری مگوری، این دهن گشاده کثافتش رو باید ببنده. این هارون‌زاده، این بی شرف، این بی ناموس میاد به پادشاه ما توهین میکنه، به ارتشیان ما که واقعا ایران رو حفاظت میکردن، مرز ما رو حفاظت میکردن، اینجوری توهین میکنه. توف به قبر پدر مادرش واقعا، لعنت بر اون مشتری لعنتی که اینجوری وانسته به ارتشیان ما توهین میکنه. مرسی مرسی. حالا اگه من این مشتری توفیز اگه بخوام روبروش باشم، از توف تو صورتش میکنم. این خرد میکنه به ارتشان ما توی میکنه. من خیلی متاسفم که اون تلویزیون یک همچین حیوانی رو گذاشته توش برنامه اجرا کنه و در میگم در فیلمی که در هفته در برنامه آیندم شاید هم امروز بهتون نشون بدم، میگه که آره آقای رئیس تلویزیون هم حالا اونجا وایسادن دارن به ما نگاه میکنن. یعنی خود رئیس تلویزیون هم که اینقدر ادعای سیاسی بودن و ادعای نمیدونم به نفع مردم و به نفع نظامی ها خود داره همجور گروه قلمبه قلمبه پول جمع میکنن، اونم واسطه به این حیوان نگاه میکنه و هیچی نمیگه. و اون وقت حالا بعد میگم که شغلشو میگم وقتی که اومده بودی باید بخوام در شما بگم که ساواک زمان شای ما یک انسان های با شرفه بودن که در هیچ دنیا نبودن. ساواک ما با همه کشورا فرق داشت. اینا با من خیلی کار داشتن، من با اینا خیلی کار کردم. انسان های با شرفه بودن، یعنی کار میکردن به این دلیل بود که من یه بیزینس رو داشتم، اینا کارشون رو برای من میآوردن. من کاملا اینا رو میشناسم. انقدر اینا اطلاعاتی های زمان شا با شرف انسان بودن، همه تحصیل کرده بودن. اصلا باور کن وقتی آدم روبرو میشد با این آدم ها، خجالت میگیش تو صورت اینا رو نگاه کنه. انقدر اینا با محبت بودن، انقدر اینا فروتن بودن، انقدر اینا انسان بودن. همسر موشیگه همسر اون یارو هست تو استاد دانشگاه اونجا که راجع به اینها صحبت میکنه، اینا خلط زیادی میکنن که اگه بخوان از رضا شاه
از محمد رضا شاه عزیز ما بعد بگن اینا خرط زیادی میکنن. قربونت برم خسرو جان، خیلی ممنون. حدا نیست که مشتری میخواد یه راست ارتشیان عزیز ما توی میکنه. خسرو جانبانی، نادر جانبانی، بابر کن، تیسا رحمی بهترین انسان های تو کره زنین بودن که ما قدرشون رو ندرستیم. آفرین. اون وقت یه مثلا پس که مشکلی به استاد بگن، استاد من گوینده تلویزیون من از فلانجا بیاد دیگه این ارتشان ها گوگوری مگوری بودن. بیشتن نامرد تو ارتش ما وقتی که ارتشان زمان شای ما در خلیج فارس هیچ دشمنی نمیتونست با ما حمله کنه، هیچ دشمنی نمیتونست در مقابل اینا باشته. خسرو جان قربونت برم، من چند آدم کسافت در کرده از ارتش ما دویم بکنه. سپاسگزارم خسرو جان. خجالت نکش شیبان موشدی. مرسی. تو شرف و انسانیت نداری که اینجور تویی میکنی با ارتش ما. قربونت برم، مرسی خسرو جان. بذار من خط دیگه بگیرم. متشکرم، مرسی. بله بفهمه خط سه شما رو به خط هستیم، بفهمه. درود به شما جناب باقری. درود به شما عزیزم و درود به تمام ارتشیان خوبی که از دست دادیم جان باخته شدن واقعا. سپاسگزارم. شهید نشدن خوشبختانه. سپاسگزارم. خواستم خدمتتون عرض کنم که اگر ارتشیان ما و یا مردمی که در دوران پادشاه عرق می‌خوردن شرف داشتن، عرق می‌خوردن، تریاک نمی‌کشیدن مثل این هارون‌زاده‌ای که تو این تلویزیون پارت سمرگیده و هر غلطی رو میخواد میکنه. درسته. برحال من متاسفم برای همچین آدم های بیشوری که آقای شجره راشون میده اینا رو. واقعا واقعا یعنی آبرو حیثیت بقیه‌رم اون بزرگانی که تو اون تلویزیون دارن برنامه اجرا میکنن با وجود این حمال کثافت به نظر من داره از بین میره. ببخشید من امروز خیلی بددهنی کردم، عرض میخوام. بیان خواهش میکنم بیان که به نام سیامک خان تویی با چپی منون چی اونم همینجوری عراجیف اینقدر دیگه از کوروش میگرد این از و اون میشه واقعا اینا چه آشغال میگن اومدن تو اینکه پول میگیرن همش اینا سرش تو طویله و آخر دیگرانه. واقعا در حال سپاسگزارم از شما آقای آریان وطنخواه، بسیار برنامه‌هاتون خوب و روشنگرم. خدا نگهدار. مرسی قربان. خدا نازنینم بفرمایید روی خط هستین. الو جون دلم بفرمایید، خواهش میکنم. آقای باقری درود بر شما. آقای باقری جون با اگر ارتشیای ما اون سینه مردونشون جوره تیر رو میذاشتن این احمقا الان نبودن اینطوری زر بزنن. درسته. احمقا بیشورن ولی متاسفانه همین بعضی از این افراد لس‌آنجلسی هستن که ادعای پادشاهی دوست پادشاهی میکنن و پادشاه رو دوست دارن ولی به اینا که میرسن استاد مستاد میگن. بله بفهمم اگر دشمن شاه فقید رو میبینم چیه من برادرم هم باشه خفش میکنم. ای قربونت برم میگم برادر دیگه. باریکالله باریکالله. برای اینکه اینا خب عرض کردم حالا من حالا شغلشم که اومده بود اینجا بهتون میگم که وقتی اومده بوده همین آقا اینجا این استاد ارجمن فیلمای پورنو بازی میکرده، لخ میشده با دخترها، کارای چیز انجام میدادن. الان بیشتر از 50 تا عکسش اینجا داریم، در همینجا توی تلویزیون هست که اگر زیادی از این واقعا مزخرفات بگه این عکسش نشونتون میدم. این استاد بزرگو ببینید شغلش اینجا چی بوده، حالا شده استاد استاد و هر مزخرفی از دهنش در میاد راجع به ارتش یا راجع به پادشاهان ایران میگه. خیلی ممنونم نازنینم. ممنون هستم. من این یک کلمه رو بفرمی تو همون برنامه تو همون تلویزیون یه بار خیلی ها که از این ادعای زر زیاد می زدن گفت همون برنامه گذار برگشتن گفتم اینا بیان اسماشون رو خط بکشن سوشاستی که بگن درآمدشون رو نشون بدن ببینیم اینا کار میکنن اینجا درآمد دارن چطوری دارن زندگی میکنن. نخه همشون مونده خود همون جمهوری ننگین اسلامی هست. صد درصد و بله دلیل نداره که بیاد این مزخرفات رو بنویسه. این همه آدم مزخرف الان داریم تو سپاه و فلان اینا رو ول کرده چسبیده به اینایی که جونشون رو به قول شما سینه فراخشون رو گذاشتن جلوی گلوله های این پاسدارای انقلاب. اگه
به خاطر که عقده بچگیش رو میخواد خالی کنه دیگه، اون عقده داره. چون بیرونش کردن، زدن تو اونجاش، از ارتش انداختنش بیرون، حالا داره مثلا جون فلانش انتقام. خیلی ممنونم، مرسی، قربونت برم. خواهش روی خط هستیم، بفرما، خواهش میکنم. سلام، خسته نباشید آقای باقری. خسته نباشید، درود بر شما. مرسی، درود به شما آقای باقری. من این چی رو شنیدم، این از این آقای مشیری، از این نمیشه انتظار. ایشون ثبات روحی روانی نداره، یه شیریه مفنگیه. درسته، علازت هم در اون سطح نیست که ایشون بخواد تو این کنه. نه اصلا داخل آدم نیست، ولی میخوام بگم که چه کسایی تو تلویزیون ها نشستن و مدیر تلویزیون هم وامیسته تماشا میکنه و اینه نمیگه دوم بشه بگیره مثل موش پرتش کنه تو مسترها به نزدش بیرون. اینا شعور سیاسی ندارن، اینا ثبات روحی ندارن. نه دارن، پول میگیرن، اینا میکشن، اینا کلی همشون عوامل این آخوندان در کاملا کاملا اینا عوامل این آخوندان. آخوندان هرچی بیشون بگن اینا هم دیگه بین خط آخوندان دیگه. من دیگه هست اینا دارم، قربونه بره. مرسی از شرکتون در برنامه، مرسی، قربان، خدا نازنینم روی خط هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم. سلام، درود به شما عزیزم، بفرمایید. درود بر رضا شاه، درود بر محمد رضا شاه، درود بر ولیعهد عزیز، زنده باشین. درود به همه این ملت ایران. نه خواهش من، لعنت بر خامنه‌ای و بر تا ردیف آخر شوی تو کلاس تک تکیشونه و آقای شیره ای. بله فقط باقیلی فقط شمایی طرف و دقیق بگید کنو شاره کرد چی کاره هست کرد. الان ما زنگ دادم جوابش اساسی بتونیم بدیم. میدونین همه تو پارسه، تو تلویزیون پارسه. چیزوری شما نمیشناسین اینا؟ شطور معروفه. فلان خب درسته، فلان اسمش مشخص شرگی پاس. بله بفهمون شطور، میفهمن که شطور. بله واقعا جوی تحصف، واقعا جوی تحصف، واقعا بله امشب فکر نکنم دیگه خواب بشه ایران بره، واقعا امشب خون مردم بجیش اومد، یعنی واقعا همیستم بر هم. میخوام بهتون بگم که دیگه ما هیچ توقعی نداشته باشیم از جمهوری، از آخوند و از پاسدارا و از نمیدونم اینا توهین بکنن به نظامیای قدیم ما. وقتی این حیوان اینجا نشسته و به عنوان یه مرد سیاسی و مخالف جمهوری اسلامی اینا رو میگه، خب این 100% معلومه که سرش تو آخور ایناست و کاجوه ای که اینا بهش میدن، تریاک اینا که به تریاک های لول که برش میفرستن میکشه و میشینه تمام همش به حکومت قبلی حمله میکنه. 35 سال گذشته هنو داره به اونا فوش میده. سربازا به خلاصه این سرکسته که توی 8 سال برای مملکت جنگیدن در قرارای های ارتش ایران هست که 8 سال کاملا ملت ایران 8 سال از ناموس و مرز ایران دفاع کردن. حالا اگه واقعا اگه اینه که اقت دالران اگه جنگی بشه، آره کسایی که تربیت کردن، آره این بچه هایی که ادرال با معتاد خلاصه روزان با ادرال 2 تون 3 تا 6 یا 3 یک با 2 تون بره جبهه میتونن با این شیشون تیرگی کرد بعد جوانی مرنجه کرد. آیا یک روز میتونن از ناموس خودشون دفاع بکنن؟ آیا یک روز میتونن از مردشون دفاع بکنن؟ یک دنیا سبا نبار مردم رو خواهدن عقل خودش، شعور خودش را داغل بخوان به کار این دازن ببینه آیا کدوم طرف بهتر بوده، کجاش بهتر بوده، کنی کسافت هاشخانه عوضی ها با چه روی با چه اصلا با چه مرزکی میدوشون میشه نفع رو بزنن. قربونتون برم. اینا واقعا چیزی بگم اصطوره ایران هستن، اینا در حال قدوس های ایران هستن. خلاصه واقعا جای تحصیب داره، واقعا خدا رحمتشون، خدا بیا مردتشون، شما موفق باشید، رحمت بکشید. سپاسگزارم نازنینم، من خیلی خط دارم، میبوسم. قربونت برم عزیز دلم، لطف کردی، مرسی، خواهش میکنم. شما روی خط هستین، بفرمایید. خواهش میکنم جون دلم. الو، درود به شما جان فهم باوری. درود به شما عزیزم، قربونت برم. من کامران هستم. ای کامران جان، به به، قربون صداد، مرسی. اون هنرمند بزرگ، اون استاد، اون مهندس گل که چقدر به همه محبت میکنه، از جمله به من، قربونت برم. بسترین جونم کامران جان، درباره این شطور ما یه مشکل بزرگ داریم، چون که من داشتم برنامه کسبان صدر رو در همون تلویزیون تماشا میکردم که مردم اعتراض میکردن به
بی بی سی به خاطر توهین به ایران که میگفتن که مرزای ایران مرزای تقلبی و از این جور چیزا. درسته. و یکی سری هم اعتراض میکنن به یه شخصی که اونجا برنامه داره به نام ستوده. بله. که کوهش اصلا نانجیم کسی نبوده اصلا اینا تقلبیه. بله بله. این مسئله ما با تلویزیون پاس داریم چون میگن هرچی بگندد نمکش میزنن وای به روزی که بگندد نمک. درسته. این تلویزیون که هم میخواد به بی بی سی اعتراض بکنه و هم خودشو ملی‌گرا میدونه. درسته. افرادی سوال میکنن مثل حدوده و این شطر مشیری. درسته. یک باید خود اینا رو تصحیح بکنه قبل از اینکه اینا بخوان بی بی سی رو تصحیح بکنن. بله کاملا. برای مشکل بزرگی رو بوده همه ما ها که وطنمون رو دوست داریم و دلم میخواد که این رسانه های فارسی زبان قدرت بگیرن که ما بتونیم صدامون به اینام بفرستیم. خب اینا دارن خودشون سمپاشی میکنن. بگذاریم از یکی دو نفری که اونجا هستن که وطن پرست هستن. بله بله. مثل این شطور و اون یکی ستوده و اینجور چیزا و من وقتی که اونجا زنیزم صحبت کردم مسئله پوله. بله. داره میگن که این شطور طرفدارش کلی پول میده ما نمیتونیم کاری باش بکنیم. درسته درسته راست. ما یه چیزی که باید انجام بدیم اینه که به اینا بگه اگر این حرفش درسته چرا مثلا تو برنامه‌اش 10 دقیقه تلفن باز نمی‌کنه که مردم جوابشو بدن؟ جرأت نمی‌کنه. جرأت نمی‌کنه کسافت. بله بله. عرض دیگه نداشتم. اگه مرسی کامران جان، سپاس از بزرگی شما، لطف کردیم. مرسی. خواهش بگیر. خواهش. درود به شما. بفرمایید. خواهش میکنم روی خط هستین عزیزم. روی خط هستین. خط شماره 2، خط شماره 3 روی خط هستین. بفرمایید. خواهش میکنم. درود به شما. درود به شما نازنینم. بفرمایید. خواهش میکنم. جناب باقری، اولا که خیلی ممنون از حرفای شما با اون لحظه خیلی قشنگ و زیبا. فقط متاسفم دختر من این برنامه مشیری کثافت رو نگاه میکرد الان قلبش درد گره خیلی حساب. خانم من خودم الان باور کنید دستام داره میلرزه. من و من تعجب میکنم از بزرگان دیگه، مثل ها نمیخوام اسم بیارم، عزیزانی که من عاشقشونم و واقعا چه انسانهایی هن تو اون تلویزیون دارن کار میکنن در جایی که این حیوان هم داره کار میکنه. من از اونها تعجبم. چرا پا نمیشم بیام بیرون از اونجا؟ من بچه یه ارتشی هستم جناب باقری. قربونتون. این سال فرمانده او پایی بود که ما بچه بودیم اونجا زندگی میکردیم. و آقای میرتوبی بسیار بسیار مرد شریفی و من از شما ناراحتم که چرا زودتر افشاگری نکردی. من کوچیک شما سر ولی من دیروز خدا شاهده دیدم اینا یکی از برنامه های خسرو را این نوشته بود که پاسخ مشیرهی. من نگاه کردم دیدم چه واقعا مال سال 2012 هست و جدید نیست. یکی دیگه هم دارم، یه فیلم دیگه هم دارم که برنامه های آینده نشون میدم به پادشاهان توهین میکنه. تمام برنامهش فقط داره به پادشاه توهین میکنه که فقط اینا هواپیما بلد بودن، هیچ چی دیگه بلد نبودن. خاک بر سرت کنم. اگر اون فقط اون هواپیما بلد بود، شاهزاده رضا پهلوی، شاهزاده دوم، رضا شاه دوم در سن 16 سالگی خلبان بود. اگر این آقا نمیدونه بدونه. نه اینه چیز میدونه، اینه ننگ میدونه، اینه خفت میدونه که پادشاهان پهلوی فقط هواپیما بلد بودن، یعنی هیچی دیگه بلد نبودن. آره خفتش اینه که معمول خلبان وافور نیستش. آره بودونه. بله. نه این چیزه، این خلبان موشک سواره و حقه میشه میره فرزا. من واقعا کوچیک شما و آقای قربونتون برم. مرسی. شما سر هستم و آقای شهرام و مایه تو رو خدا با هم یکی بشین. شما سربرین بار بگی تمام این کارا رو انجام بدیم. هر چه شما بگیم ما میایم. هر چه شما بیاین حتما من کوچیک شما میام. شما سربر ما در گیرت مسئله به شما صحبت کنه. قربونتون. فوق لیسانس. قربونتون برم. فقط کمک کنید. فقط کمک. سپاسگزارم. مرسی نازنینم. پاینده باشید. فدای شما. سلام نظامی هم اینجا براتون میدم. قربونتون برم. مخلص شما. نازنینم خط 6 روی خط هستیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. درود به شما. درود به شما.
جونم. عرض خدمتتون که میخوام بگم اصلا نبایستی ما تعجب کنیم از اینجور اتفاقایی که میافته و آدم های ارزون قیمتی که تنها اون با یه نون تریاک همه چیز رو عوض میکنه و آدم هایی هستن که با آب و تاب از خانواده پادشاهان پهلوی سالها گذران کردن، سالها زندگی برای خودشون درست، مؤسسات املاک درست کردن برای خودشون با وسیله همین سرمایه ها و اینا نتیجه همین استقلال خواهی و آزادی خواهی پادشاهان پهلویه که اینا رو به اینجا رسونده. کامله. من بهتون بگم سالیانه 300 و چند میلیون دلار فقط از یه حوزه نفتی که در با قطری ها ما حوزه گازی که داریم شریک هستیم، سالیانه 300 و چند میلیون دلار ما داریم اونجا این سرمایه رو هدر میدیم. خب این سرمایه اگر از ایران داره هدر میره به جیب یک کس دیگه میره. نتیجتا اونها بعدشون نمیاد که این به این باز بمونه. خب به یک استخون جلوی اینجور آدم رو انداختن وقتی میتونن این سرمایه ها رو به یغما بذارن، خب چرا نکنن؟ در 33 سال گذشته، 34 سال گذشته این آقایون خب همین کار رو کردن. شما فکر میکنیم اگر بیش از این کردن، منتها امروز این عرصه هرچی تنگتر شده اینا رفتارشون نمایانتر شده. کاملا. امروز به جایی رسیده که اینها دیگه هیچ کار دیگه نمیتونن، شمشیر رو بستن و با کمال وقاحت وای میستن. درود به رضا شاه میگن، درود به پادشاه محمد رضا شاه فقیرمون میگن، درود به شهبانو میگن، بعد میگن این شاهزاده. حالا من البته احترام قائلم، ولی یه ولی میارن جلوش صد تا دریوری بستن. خب خیانت دیگه شاهدون نداره که آقا اینا خائنن. ما بایستی بشناسیم به نام پادشاه، انجمن پادشاهی. آقا اومده با خود من روی فیسبوک هم به من میگه، تا روی صفحه دیگری که نمیشتاخته، به عنوان چیز دلیل انجمن پادشاهی اومده به من میگه شاهزاده 2.5 میلیون دلار پول داشت. آقا این شاهزاده اگر اینقدر پول داشت همین روزنامه های لس آنجلسی آبروی حیثیت واسش نمیذاشتن. ببخشین الان شما معذرت میخوام، الان هر حمالی از ایران داره میاد، ببخشید تلویزیونتون رو کم کنین، هر حمالی از ایران میاد 10-20 میلیون 50 میلیون پول برمیداره میاد. حالا اگه این شاهزادم 2 میلیون داشته چه اشکال داره؟ بذارید من یه چیز، این شرافتمندانه ترین شغل حمالی رو توهین بهش نکنید. اینا به اندازه الان حمالای در ایران هستن که جونشون رو برای پادشاهی میدن. من منظورم، ببخشید منظورم به اون خود حمال، منظورم شخصیت اون آدمه. بله، یه دنیا سپاس از بزرگی شما، لطف کرده، مرسی، قربونتون برم. خدا نگهدار. خط دو بفرمایید، روی خط هستین، خواهش میکنم. الو، سلام از جدا. درود به شما قربان، بفرمایید. خیلی ممنون، سپاسگزارم. ببخشید من از لندن تلفن میکنم. چقدر لطف میفرمایید، بفرمایید. من دانشجو بودم، سال 1978 به انگلستان اومدم، سنم 19 سال بود. بله. تجربه زیادی هم در ایران داشتم حتی در اون سن. بله بله. من به حقیقت از این افکاری که مردم دارن به شما اینجا میدن با تلفنایی که میزنن خیلی متاثر شدم. ببینید الان موقعیتی نیست که ما به یه ستودهی مثل آقای مشیری بخوایم حمله بکنیم. آقای مشیری اولا به نظر من آقا نیست، کسی که به تمام مقدسات ما داره توهین میکنه، چرا ما نباید بهش توهین کنی؟ بله؟ کسی که به مقدسات ما که ارتش ما بوده و نظامی ما بوده داره توهین میکنه، شیشکی میبنده برای نظامیایی که نعشاشون اونجا گلوله باران افتادن، میگه بکنی بکنی بکنی، اون خوبه، اون توهین نیست. ولی اینا که میگن این حیوان سرش تو آخور دیگرانه، این توهینه. بله
ببخشید شما ببینید ما الان اینجا موضوع رو داریم چیز میکنیم کامپلیکیتش میکنیم. نه چرا کامپلیکیت، من یه گوشه ای از سخنان ایشون رو پخش کردم، مردم دارن نظرشون رو میگن. جناب عالی هم نظرتون رو بفرمایید. اجازه نمیدین شما قربان. من در خدمتتونم، بفرمایید. هر کسی تلفن میزنه ایدهشو میده. شما آزاده هستید یا دیکتاتور هستید؟ نخیر، امرتون رو بفرمایید، خواهش میکنم. شما تلفن دموکراسی هستید، درسته؟ شما صحبت میکنید، ما اینجا داریم میشنویم. چشم. اگه تلفن باز میکنی اجازه بدین بس ما هم نظرمون رو بدیم. بفرمایید، خواهش میکنم. بله شما این صورت من کاری ببینید، ما الان موقعی که زمانی که گذشته گذشته، الان که الان میتونیم ما به گذشته بنگریم و ببینیم که ما رو به دولت غرب به کجا رسوند. اگر روابطی که دولت شاه با این رئیس سیستم مذهبی ایران داشت نبود، ما الان تو این اوضاع نبودیم. متوجه هستین؟ الان ما هرچی میکشیم در اثر کاری که شاهنشاه و خانوادهشون در اون موقع در ایران انجام دادن و این سیستم مذهبی رو بهشون قدرت دادن و هر حزب دیگه از بین بردن. خیلی ممنونم، مرسی از نظرتون. خط بعدی بفرما، خواهش میکنم. نازنینم خط سه بفرمایید، روی خط هستین. درود بر شما. درود به شما عزیزم، بفرمایید. خواهش بله شما حالتون خوبه؟ خسته نبود. خیلی ممنونم، قربونتون. در این راهی که خدمت میکنید، زمانی که پادشاه بود امنیت بود، آرامش بود، همه چی برقرار بود. الان چیه در مملکت ما؟ مملکت ما رو به یاقی بردن، مملکت ما رو همه چیز از بین بردن، مردم ما رو از بیچاره کردن، بدبخت کردن. به چی بگیم؟ چه کار بکنیم آخه؟ درست. یعنی پشت پادشاه ما حرف میزنن. درود بر رضا شاه، درود بر محمد رضا شاه، درود بر شاهزاده ما، درود بر شهبانو عزیز ما، درود به شما و همه ملت ایران. قربان شما. خیلی ممنون، سپاسگزارم، مرسی. درود به شما، بفهمه، خواهش میکنم. خط هفت آقای باقری، دربونتون، صحبتون بخیر. آقای باقری درود بر شما. من خواستم بگم که بایستی از تلویزیون پارس و آقای شجره که بسیار موزیانه عمل میکنه، از این آقا بایستی گله و شکایت داد که همچین آشغالی رو آورده تو تلویزیونش. در ضمن به شما بگم تمام تلویزیون پارس جبهه ملی هستن و این لقب استادم آقای حسین مهدی به ایشون دادم زمانی که در تلویزیون رادیویی 24 ساعته بودم. بنابراین شما بقیه هاشون هم فکر کنید که چه تیپ آدمایی هستن و این لوله تریاک برای خیلی هاشون میاد. آقای باقری مخصوصا خیلی جورنالیست معروفه. نه من خواهش میکنم هیچ کس دیگر رو نگین، چون من نمیخوام. من همشون رو باید از آقای شجره که باعث ناراحتی اعصاب میلیون ها نفر شده از این گله کرد و شکایت داشت. حالا اتفاقا آدم همین حیوانی که بوده است بله. و خواهد بود. استاد فرمودین، گفتین مهری گفته، خود مهری که میدونین که وقتی خمینی اومده بود چه نامه نوشته که فدای نورت بشم از قلب اومده. بله بله بله. مرسی آقای دارم، قربونتون برم، مرسی، خدا حافظ. مرسی، خدا حافظ. جون دلم روی خط هستیم، بفرما، خواهش میکنم. جونم بفرما، خواهش میکنم. درود به شما عزیزم، بفرما، خواهش میکنم. متشکرم از اینکه من وقتتون زیاد نمیگیرم. فقط میخواستم ببینید که از چطوری که در اون تلویزیون دهن آشکارش باز کرده و به نظامیان ما توهین کرده، بگم که این خاطرسار گردن خورد مادر مرده که خودش یه دونه قلاغ رو نمیتونه سوار بشه، چطوری از پادشاه ما ایراد میگیره که فقط میتونسته خرابکاری بکنه؟ نه این عیبه نظامیان ما که این خاطرسار احمق اگر میگی که ما بعد از جنگ ایران و عراق چطوری میره و ایران چه خاکی تو سر صدام کردن، چه بلایی رو سرش آوردن. این همه که از آمریکا و اروپا و همه کشورهای عربی کمک کردن نتونستن با ارتش ایران بجنگن، نتونستن. اگر ما مهمات و تشکیلات ایران که داشتیم باور بکنید ایران همه ایران لاریان چطور میتونه دیگم چه افرادی توهین بکنین؟ آقای اون کسانی که ایران ایران سردش این خواهد برسه حتی توانایی اداره یه دونه دکون نیوانی هم ندارن. شلوار خودشون رو نمیتونن بالا بکشن.
حالا اون وقت چی میخواستم بگم یادم رفت. بله بفرما شما فرمایش جانه. مردم ما یک همچین افرادی رو که ما باشیم در ارتش شمس ایران و با اینها گل سرسبد ارتش های دنیا بودن. آقا من که خودم خودم مدت کمی رو تو ارتش بودن ولی کسایی بودن که یک گلیشون میرزید به سر بزنن این آشخالا اینها بردن آفتابگاهی مسجد شاه رو ایران بکنن. این کارا راجع به جنگ و راجع به جنگ یک کارفرسر شفه یا بشونه بعد بخصو بگه تنهای خودتو بخور چون این کارهای مثل این چیزه که اصلا به تو مرمیدی اصلا تو سواب نداری اگه الان میشه کن بگه خوافی ما رو آقای با باک میرسه این آقا اگه الان میشه کن فارسی به این سواب نیست بچه تو نیستم بگه ایران دیگه از نظامی های ما. حالا راجع به نظامی ها فرمودین زمانی که تازه 150 خلبان ما رو اعدام کرده بودن و تمامشون از زندان اومدن بیرون رفتن جنگیدن و ایران رو نجات دادن. حالا ایران رو بودم یک هفته اینا یک هفته ده روز یک شخصیمی دیدن و پیر از دوش آقای اسرائیل یکنی رفتن خود این آمریکایی ها موندن و آقا که اینا چطور تونستن نگه نگفتن نکر خانشون موندن نگه نگفتن نکر من نگوند چطور شدید آقا این نیز زمینوی ارتشی ها اونها رو یادن بیرون دوره فرمانده یه جنگ رو انجام دادن بایبونتون برم خدت یه مثل آقای دیسا آقا احمد دوز برون اینا از تاکتیک های نظامی خبر نداشتن که الان هم ندارد هنوز هم که اگه ارتش باشه شما میشه ایش تاوه همه جو خیزه اگه به خاطر این ارتش رو بگم و صحبت هم تموم کنم اگه به خاطر ارتش شما شما ایران نبود الان تمام مردوی اون عربی هست بزدن اگه به خاطر ارتش شما شما ایران نبود الان شما و خانواده ایشون همه خیز بود و در اومده بود و تاویزه شده بود. خیلی ممنون قربونتون جون دلم بفرمایید. خواهش میکنم. درود به شما جناب باقی. درود به شما عزیزم. خدمت شما بگم که من با این که یک خانم هستم ولی خودم نظامی بودم میخوام به اینا که ناراحت شدن از دست این حالا هرچی که شما اسمشو میدونی شطوره نمیدونم هرچی که هست ناراحت شدیم بابا این کار بد کرده از ارتش انداختنش بیرون شما چه توقعی ازش دارین؟ حالا در صحنه این تلویزیون آقای باقری و همه ماها نیستش که بگم این چی کار کرده با اون قیافه چرب و چیلیش که میاد صحبت میکنه دلش سوخته چون بیرونش کردن چرا شما ناراحتی؟ دوم از این آقایی که میاد بگه شاهنشاه و خانواده‌اش این اسلام رو توسعه دادن بابا اون خانواده بیچاره بنده خدا چیکار باید میکردن؟ تازه شماها که میگین ایشون اسلامی بودن و دنبال اسلام میرفتن وقتی که خمینی اومد اگه یادتون باشه اگه چشم و گوشتون باز باشه و حقیقت رو بگین خمینی شما میگین اسلامی بود خمینی با ایشون فحشا رو اشاره میداد کدوم حرف شما ها رو ما باید قبول بکنیم؟ چرا میان حرف بی ربط میزنی؟ اگر این کار رو میکرد مملکت یه مملکتی بود که شیعه حسن عشری بودش و آخونده نمیذاشتن که اون کارشو بکنه دلست. وقتی که خمینی اومد مگه نگفت که ایشون فحشا رو توسعه میدادن؟ شما چطور میگی اسلامی بوده؟ پس لابد اسلام فحشا رو توسعه میده. درود بر شما آقای باقری. متشکرم سپاسگزارم. مرسی جون دلم بفرمه. خواهش میکنم خط چهار. درود بر شما جناب. درود به شما عزیزم. بفرمایید خواهش میکنم. والا حرف دل من این خانم زد ایشون ملقب هستم به شطور. آخی قربان شما. متشکرم سپاسگزارم. مرسی درود به شما. بفرمایید خط دوم. خط دو. درود به شما عزیزم. بفرمایید خواهش میکنم. الو الو نازنینم صداتون قطع شد. خط شش بفرمه خواهش میکنم. الو قطع شد سارا جان دیگه من نمیشنوم صداها رو. خط هفت بفرمه خواهش میکنم. بله بله بفرمه خواهش میکنم. با درود سلام خدمت شما جناب آریا باقری. درود به شما عزیزم. بفرمی. با سلام درود به دوش پادشاه بزرگ ایران ساز و رضا شاه و اعلیحضرت. درود به همه شما و ملت ایران. بله بفرمایید. سخنم با این آقایی هستش که الان فرمودین به نظامی ارتشی عزیز و خیر ملت ایران توهین کرده. من از منطقه 33 درجه شرقی کشور هستم. سخنگوی سازمان آزادیبخش ایران هستم. بله بله. پرینت اینا توهین کرده به نظامی های غیر کشور ما ایران عزیزمان. این آدرس دقیق ایشون رو بدین چه در خارج چه در ایران ایشون رو
نه ما اینطوری خطا نیستیم قربونتون برم، نه اینا کار جمهوری اسلامی هست، نه فداتون بشم. همون که شما نظرتون رو بگین و به حساب برخلاف گفته نادرست ایشون صحبت کنین، همون بزرگترین ضربه ایست که میزنین شما. نه سازمان آزادی بخش ایران در تمام جهان حتی تو کشور عربی و اروپای قدرت اینه داری که ایشون حالی بکنه که با چه نیروی داره صحبت میکنه و این حق نداره که نیروی نظامی که نیروهای مقدسی بودن به کشور خدمت کردن، به پادشاه خدمت کردن و نماینده هفت کشور بودن در خاورمیانه. مرسی، خیلی ممنونم. بله بله فقط آدرس بله قربونتون برم. نه ما تو اون خطا نیستیم فضلتون بشم. نه ما همون میگم، همون حرف شما خودش بزرگترین اصل هست که به کار بردید. سپاسگزارم، مرسی. خط 8 بفرمایید، خواهش میکنم. جناب آقای باقری بفرمایید. من مدت هاست رو تلفنم. ببخشید شرمندم، عذر میخوام. بله خواهش میکنم. ببینید ادب رو از که آموختی؟ از بی ادبان. من میبینم همه دارن توهینای میکنن که مثل خود اونم. من مثل میگم توهین بهش نکنید، فقط من میگم این مرد آقای مشیری نیم ساعت خطختو بده به مردم بذار باید حرف بزنن. ببین اینا به تو چی میگن؟ همه طرف تو رو میگیرن یا پولی رو که تو باید همه اونا دیگه بیشتر در اون تلویزیون میگیری از کجا میاد؟ این از ملت که اینقدر مردم ندارن بذارن از اون جیب از اون آخوندا بهت میرن چون این چطور پرتو رو بگی. بنابراین من نمیخوام توهین کنم بهش و که میدونم چه شخصی از من واقعا عصبانی. من هیچ گوش نمی کنم برنامه اینو، مردم گوش نکنیم برنامه اینو. اصلا این آدمی که واقعا بی احترامی میکنه و این همه که شاهنشاه به ایران خدمت کرده اینا یادش نیست. این مرد این اگر که شاه نبود که هنوز اون قلباس های چلومبر و ترومبر دوره چیزی پوز نداره، واسه می‌گرد تحصیلی نداشت، پشت یه اولاغ برای داشت میرفت که بارش کود بود. بله بله در این حال من میخوام بگم که اگر ایشون خیلی جرأت داره مثل شما بیاد خطاشو باکنه، اونایی که از مخالفشن بگن، اونایی که موافقشن بگن، ببینیم این چقدر طرفدار داره. بله که اصلا نمیخوام برنامه رو نگاه کنم، قربونت بس بود. خیلی از که اعصاب آدم خورد میکنه آدم بخشی. من نمیخوام به حرف بد بگم، خیلی دوست ندارم بیادبی کنم. ببین ایشون اگر واقعا اینقدر میدونن که ایران این بود و این بود و این بود و بخوان روشنایی کنن، لطفا خطاشون رو باز کنن، بذارن مردم باشون صحبت کنن. سپاس بذارن این از قرصشون نمی کنه. برای این اصلا مردم نباید برنامه ایره نگاه کنن. سپاس بذارن. مرسی بخشی. مرسی نازنینم، چند تا خط دارم، اجازه بدید که یه مقداری برای اینکه خیلی زیادی برنامه چیز نشد خطای بعد سه تا خط دارم، اجازه بدید همین سه تا رو میگیرم دیگه، کسی زنگ نزنه چون برنامه هامونم چون خیلی کار دارم خدمتون باید بخونم و بگم، بعد از اون دوباره خط میگیرم. فقط همین دو تا یا سه تا خطی که دارم میگیرم دیگه، تلفن نکنید تا بعدن. خط یک بفرم، خط یک بفرم، خواهش میکنم. درود به شما عزیزم. به این آقا، اولا که این آقا بیاد بشینه با آقای همایون، جواب آقای همایون بده، بزن مناظره کنه با آقای همایون بزنه چه وجه. یک دوم این که ازش بپرسین که سال 77 یک سال گم شده بودی، کجا رفته بودی؟ می اومدی رو خط آقای مهری میگفتی که من یه جایی هستم که نمیتونم بگم کجا هستم. اون موقع کجا بودی؟ اون موقع چیزایی که بلند کرده بودی از مکت فروشید برداشته بود. نذاریم حرفایی رو بگیم که میدونیم، نذاریم بهش بگیم معروف. مرسی، قربونتون برم، لطف کردی، متشکرم متشکرم. خط دو بفرما، خواهش میکنم. خط دو بفرما. قربونتون، درود به شما عزیزم. نباشید، مرسی از برنامه بسیار قشنگتون. درود میفرستم بر خاندان بزرگ پهلوی. درود به شما. درود ملت ایران. زنده باشی. لطف کردین، قربونتون. الو. بله بله بفرمایید، بفرمایید، گوش میدیم حرفتون، بفرمایید. درود ملت ایران، درود ملت ایران بر تمامی ارتشیان فلسطین و وطن پرست. زنده باشید. آن مردان جان عزیزشان را تقدیم خاک ایران کردند.
قربونتون برم من. درد من شلاق ها و اعدام های رژیم اسلامی نیست، بلکه مرگ ملتی است که گرسنگی را قناعت، بی‌اردگی را صبر، بیماری را حکمت خدا، صداقت را احمقی، بفرمی. الو الو نازنینم صداتون قطع شد گل من، مرسی، ساری عبادت صداتون قطع شد. خب عرضم به حضورتون که خیلی ممنون، سپاسگزارم از این که پشتیبان برنامه هستین، سپاسگزارم که اینقدر بیننده واقعا عزیز و محترم و گل دارم و شرف دارید، غیرت دارید، همت دارید که میدونید که واقعا یک بی صفتی، یک بی همه چیزی که به بزرگترین طبقه اجتماعی یه مملکت ارتششه. در ترکیه میگن یک واحد نظام، ترکا که اینقدر ازشون بد میگن، ترکیه رو میگم و نه آذربایجان ما، ترکیه، کشور ترکیه، میگن وقتی یک واحد نظامی رد میشه همه ترکا کنار خیابون خبردار وامیستن، اگر کلا سرشونه کلاشونو بر میدارن و از این واحد نظامی رد میشه. اون وقت ما یک چنین آدم های بی همه چیزی، بی صفتی، واقعا هر کلمه ای دوست دارین بهش بگین، بیشتر از این دیگه نمیشه تو تلویزیون بالا رفت. اون وقت این میشینه میگه که آقا پیت پوچه 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 وگره گوگو، این یه استاد، کلمه استادم بهش بستن به اونجاش. اون وقت میشینه میگه من به خاطر دیروز که جونه دیگه الان فعلا خط نگیریم، خواهش میکنم همون میخوام که اون موزیک رو باشه باشه، یه موزیک بسیار زیبا داریم مربوط به دیروز، روز 21 آذر، کارگردان نازنین براتون میذاره. بعدن یک سخنرانی اعلیحضرت اون پادشاه بزرگ ایران رو خدمتون پخش میکنه. سرباز سرباز وطن چه شد؟ سرباز سرباز وطن کجاست؟ سرباز سرباز سکوت تو چه سرد و سخت و بی صدا؟ سرباز سرباز نظاره تو میان دشت و تپه هاست؟ سرباز لباس خونیت غرور لحظه هاست؟ سرباز اگر سحرگهان او را به خون کشنده اند، تو استوار مانده ای و دشمنان نمانده اند. کنون که اوج و قله ای، کنون که قلب میهنی، سرباز بدان که تا ابد برادر منی. سرباز سرباز وطن چه شد؟ سرباز شهید راه ما، بدان همیشه جای توست میان مشت توده ها. تو از تبار ملتی، صدای تو مرا صدا. سرباز حماسه تو شد شه حماسه ها. سرباز سرباز تو ملتی، تو رهنمای غیرتی، تو خصم خون دشمنان، تو پایه های دولتی. سرباز سرباز کنون که صبح و خار چشم عزلتی، سرباز بدان که بعد از این طلوع سنتی. سرباز بخوان که خواندنت قریب شادمانه ایست، نشانی از گذشته ها و از سفر نشانی ایست. گذشته دور بندگی، کنون زمان کابه هاست. ضحاک مرد و اهرمن زیر پای ماست، گرد شکاویانی هست قیام توده هاست. سرباز اگر سحرگهان او را به خون کشنده اند، تو استوار مانده ای و دشمنان نمانده اند. کنون که اوج و قله ای، کنون که قلب میهنی، سرباز بدان که تا ابد برادر منی.
سباز سباز وطن چه شد سرباز شهید راه ما بدان همیشه جای توست میان مشت توده ها تو از تبار ملتی صدای تو مرا صدا سباز ما سهد تو شد شه حماسه ها سباز تو ملتی تو رهنمای غیرتی تو خصم خون دشمنان تو پایه های دولتی سرباز سرباز کنون که صبح و خار چشم عزلتی سرباز بدان که بعد از این طلوع سنتی سباز بخوان که خواندنت قریب شادمانی نشانی از گذشته ها و از سفر نشانی گذشت دور بندگی کنون زمان کابه هاست زحاک برد و اهرمن زیر پای ماست گرفت شکابیانی هست قیام توده هاست این صدای بسیار بسیار جاودانه فریدون فرخزاد رو دیدید و شنیدید، چقدر زیبا بود. این یک ایرانیه، اون شطور هم یه ایرانیه. این ببینید چقدر در مورد سرباز چه شعر خون و چه واقعا افتخار میکرد. اون وقت اون میشینه برای نظامی های ما که توی تازه اونایی که تیربارون شدن همه گوله تو سینه هاشون خورده، بعد این آدم بی همه چیز میشینه شیشکی در میکنه. واقعا توف به اون شرف ندارید. عرضم بزرگتون که البته نه این که ما افسر بد نداشتیم، دو تا داشتیم. این نامه رو من از جناب دکتر حسین حقیقی گرفتم پریروز، تو برنامهشون هم خونده بودن دوشنبه، ولی اجازه بدین منم بخونم. میگن که چیز خوبیشو گفتی، حالا عیبشم بگو. بله، ما دوتا نظامی بی همه چیز داشتیم، یکی ارتش بود قره‌باغی، یکی ارتش بود فردوس. یک ببینی چه رزلای پستی، هم جوار و هم خون و هم چیز، این بی همه چیز بودن. براتون میگم یه نامه است اینا امضا کردن در حضور خمینی، نامه رو براتون میخونم. آقای گفتم مال من از جناب دکتر حسین حقیقی گرفتم اینا، ایشون هم خب از کامپیوتر در آورده بودن، ولی خیلی جالب بود من گرفتم براتون بخونم. میگه قسم نامه، بسم الله الرحمن الرحیم، قسم نامه فی لیلت، یعنی در شب 20 بهمن ماه 1357 هجری شمسی، در محضر مهر مظاهر حضرت آیت الله العظمى خمینی الموسوی قائد اعظم انقلاب اسلامی. درست یک سطر کامل فقط القاب ایشونه. با حضور جمعی از علمای اعلام مثل همین استاد و رئیس حکومت موقت، با انجام آداب و تکالیف اسلامی نسبت به پیشوای جهان تشیع تجدید بیعت نموده و به کلام الله مجید قسم یاد می کنیم که تا آخر عمر خادم و مجری اوامر رهبر بزرگ انقلاب اسلامی باشیم. این دو تا امیر به اضافه اینا که سوگند خوردن که تا آخر عمر سرشون توی چیز امام باشه، رهبر انقلاب داده، و برای تحکیم حکومت اسلامی و امهای آثار، یعنی نابودی امها یا امهای نابودی آثار ستمشاهی در ایران. اینا رو دوتا جنرالی میگن که هر دوشون ارتش بودن و بیش از 50 سال از اون خون اون ملت و اون مملکت و اون حکومت و اون پادشاهی رو بکیدن، بهترین زندگی رو داشتن. اینم نتیجه این خیانت و کثافت بودنشون اینجا نشون داده. امهای آثار ستمشاهی در ایران مثل اون یزدی نابکار بیخرد که مثل همین شطور بود،
گفت که ما باید تمام آثار 2500 ساله رو از بین ببریم. بازرگان هم همینو گفت، خمینی هم همینو گفت. آثار ستمشاهی در ایران از ایثار و فداکاری کوتاهی نکنیم و فرماندهان ارتش و قوای انتظامی را وادار به تسلیم نماییم. و الله یحب الصادقین. کاتب حجت الاسلام اشراقی، امضا ارتشبد خائن بی همه چیز بی شرف ارتشبد قره‌باغی و کثافت رذل پست ارتشبد فردوس. ببخشید که من واقعا آقای آریان همیشه تاکید میکنن اساسنامه‌مون هم اینه که حرف بد نزنین، ولی نمیشه نزد. ببخشید نمیدونم یه جوری باید آدم خودشو خالی کنه. حالا من کتاب خیلی داریم، 700 تا جلد، 700 تا عنوان کتاب داریم، صورتش در دفتر تلویزیون هست. زنگ بزنید خواهش میکنم، هر کتابی رو میخوان اسامیشو بپرسین، از هر نویسنده‌ای بهتون میگن درخواست کنین بدین. یک کتابی هست، کتابی هست که اینم خیلی جالبه باید خدمتتون عرض کنم، تیمسار سپهبد آذربرزین، نویسنده کتاب جانبازان آسمان ایران. این کتاب رو نوشتن در 600 صفحه، در 500 صفحه از خودشون تعریف کردن، یعنی هر جا هر چاله‌ای کندن، هر درختی کاشتن، تو هر اداره‌ای، چه تو ثبت اسناد، چه تو نمیدونم به بهداری، چه تو دولت، چه تو ارتش، چه تو، ایشون گفته من اینو گفتم، من گفتم این ساختمانو کردن. اعلیحضرت هر وقت گیر میکردن زنگ میزدن، من میرفتم فقط از من میپرسیدن، فقط من قبول داشتن و و و و و و, و تمام فرماندهان نیروی هوایی ما رو، افسرهای بزرگ نیروی هوایی که واقعا با سوادترین و پرتجربه ترین و واقعا مهمترین، نه که بقیه مهم نبودن، ولی منظور علاوه تاکتیک نظامیشون که میدونید که ایران رو از دست عراقی ها همون فقط نیروی هوایی نجات داد که اون توفق، چه میگم، موفقیت هوایی که به دست آوردن نیروی هوایی بود. به هر جهت این امیر تمام عمرای نیروی هوایی رو خراب کرده، خودش آباد کرده. یه تعدادی از افسرای نیروی هوایی که اسامیشون رو خوندم، خیلی جالبه، نشستن جواب تیمسار رو دادن، نه برای اینکه جوابشو بدن، چون داره میمیره بنده خدا، توی الان بستر گویا مسک در کما هستن، منتظر پارکینگ خالی هستن، پارکینگ چی از بالا خبر بده آقا جا خالی شد بیا برن اونجا، بنابراین دیگه به درد این نمیخوره. ولی این بی خودی برای اینکه چند مورد خیانت بهش، خیانت به ملت و مملکت و نیروی هوایی بهش اتهام زدن، اینو بر رفع اون خیانت ها به حساب، برای اینکه خودش ایز گم کنه و اینها، اونو کتابو نوشته. چند تا از بچهای نیروی هوایی، افسرای نیروی هوایی و یکی دو تا از نازنینای اون افسران اعدام شده که عکساشون رو هرگز من دوست ندارم نشون بدم، ولی امروز روی فیلم اون بیخرد بی همه چیز بود، شیره‌ای که بهتون نشون دادم. حالا کسانی که این کتاب نوشتن جواب دادن، میگم با نوشته و پاسخهای از گردا ربیعی، همسر سپهبد جانباخته امیر حسین ربیعی، فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی ایران. انوشیروان جهانبانی، یکی از ارزنده ترین افسران هوایی ایران و رئیس تیم آکروجت ایران که در دنیا اول بود، فرزند سپهبد، این البته ببخشید انوشیروان فرزند سپهبد جانباخته نادر جهانبانی است، من ببخشید. سرتیپ خلبان نصرت الله شعاعی، سرگرد خلبان فرهاد نصیرخانی، سرگرد هوایی دکتر مصطفی عرب، سروان هوایی سیاوش لشکری و مدیر ماهنامه بیداری که همیشه میگم بهشون زنگ بزنید و عضویتش رو بگیرید، ناصر فرخ و و و و تعداد دیگه. این کتاب با پشتیبانی مالی سازمان سرباز، سرکار سرهنگ هوشنگ وزین چاپ شد. با نهایت افتخار و سپاس خدمت جناب سرهنگ وزین که هر جایی هر کار میهنی که میخواد انجام بشه، اولین داوطلبش جان سرهنگ وزینه که میاد $1,000، $5,000، $10,000 پول میده و این کتابم اون چاپ کرده. آقای لشکری میگه ما این کتابو میتونستیم در 1,000 صفحه باید جواب میدادیم،
ولی چون پول نداشتیم که چاپ بکنیم همینقدر بیشتر، اینم پولش جناب سرین وزین داده، ماجز کردیم. بعد فقط سه مورد دلیلش رو میگم براتون و دیگه میپردازیم به کارهای دیگه. یک، چرا اون کتاب و تیمسار، خیلی موارد مهمه در جلسات آینده میخونم. یک، بیرون آوردن خود تیمسار آذربرزین از زیر بار سنگین اتهامات و خیانت ها، چون میگن 5 میلیون دلار خمینی بهش داد، ارتش رو، نیرو هوایی رو واگذار کرد، همون شب ریختن تمام اسلحه هاشو بردن و نظامی هاش هم خیلی از خلبانش رو گرفتن کشتن و غیره و غیره. دو، توجیه ضرورت رخداد انقلاب، یعنی به مردم گفته که بله آقا باید انقلاب میشد، باید اینجوری میشد، و کتابش خب حالا میبرن اینا در نیروی هوایی اخیر یا در سایر قسمت ها ارکان ارتش، میگن آقا بفهمین این یه سپهبد زمان پادشاه، ببینید چی داره میگه، میگه همه دوز بودن، همه سواد نداشتن، فقط تنها کسی که سواد داشته این تیمسار بوده که میگن به اندازه آقای مشیری هم نمیفهمیده. سه، دادن سندی به دست فرماندهان فعلی ارتش ایران برای مغزشویی نسل جوان نظامی امروز و فردای ایران. پاسخ دادن، کتاب بسیار ارزشمنده، با شماره الان 858. سپاسگزارم از کسانی که من دوشنبه گفتم و زنگ زده بودن آبرو حیثیت منو پیش آقای لشکری خریدید، سپاسگزارم. آقای لشکری گفت برای اولین بار بعد از 2 سال که داری هی تو سر مغزت میزنی راجبه ماهنامه بیداری، هیچ که زنگ نمیزنه، ولی اینو چندین نفر کتاب خریدن، به ویژه اون دوست عزیزم تکله نازنین محمود خان. 858-335-6183 زنگ بزنید، کتاب رو درخواست کنید. قیمتش هم نوشتن $15 ولی اونا مثل که ارزون تر هم بهتون میدن، ما هم اینجا 20-25 دلار، 5 تاشو به ما هدیه دادن، یک شم به خود من هدیه دادن، سپاسگزارم از هدیه شون. بنابراین یادتون نره این کتاب. من چون دیروز روز 21 آذر بود، روز ارتش شاهنشاهی ایران بود، من میخوام خواهش کنم که یک سخنرانی کوتاه 2 دقیقه‌ای از شاهنشاه آریامه در مورد این روز بزرگ میخوام از کارگردان خواهش کنم اینو برامون پخش کنه، بعدن اگر فرصت شد بازم خط بگیریم. سپاسگزارم از همه کسانی که اومدن روی خط با ما برنامه رو شیر کردن. تهران 19 دی ماه 1341. ملت ایران، روزی که مسئولیت سنگین پادشاهی را بعد از استعفای پدر تاجدار خود بر عهده گرفتم، به کلام الله مجید سوگند یاد کردم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم و تعهد کردم که در تمام اعمال و افعال خداوند عز شأن را حاضر و ناظر دانسته، منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم. خداوند قادر متعال را به شهادت می طلبم که تا امروز با وجود مخاطراتی که در راه انجام این مقاصد حتی زندگی مرا تهدید می کرد، به این پیمان وفادار بودم و در راه حفظ حدود ایران با وجود اشغال نظامی کشور در زمان جنگ و مصائبی که بعد از آن در دوره هرج و مرج به کمک عوامل مخرب ایجاد شده بود، به توفیق الهی و پشتیبانی ملت عزیز ایران عموماً و مردم فداکار آذربایجان خصوصاً، توانستم خطه مقدس آذربایجان را از کام تجزیه طلبان برهانم و تمامیت ارضی میهن خود را محفوظ و محروس بدارم.
سپاسگزارم از کارگردان. این سخنان مرد بزرگی است که آقای شیره‌ای دائم در تمام طول این سالها به علت اینکه اون کاریونجی رو که از جمهوری اسلامی سازمان اطلاعات بهش میده یا لولای تریاکی که بهش میدن ازش بعد میگه. این مرد بزرگ ایران، سرور ایران، خدای ایران، خودش و پدرش که اگر نبود الان همون آقا باید پشت یه گال کود میرفت، کود ریخته بود رو خره، هوش میکرد و میرفت و حالا اومده نشسته اینجا تو تلویزیون از اینا بعد میگه. واقعا واقعا مرگ بر کسانی که بر ضد حکومت قبلی و پادشاهان خدمتگزار ایران توهین میکنند. توف به شرفه ندارید بیاد. ببخشید، معذرت میخوام از همه عزیزان. راجع به کتاب صحبت کنیم. چه کسانی که کتاب میخواستن در مورد حضرت زرتشت، ببخشید من گفتم حضرت زرتشت، بله یک نازنینی به من زنگ زدن گفتن نگو حضرت نبوده، ایشون هیچ وقت نگفتن حضرت، ما از لحاظ مقام راست میگه عربی اصلا گفت یک آموزگار بزرگ بوده، پیغمبر نبوده، خودش هم هیچ وقت نگفته نه من از سوراخ مار اومدم، نه تو رعاب اومدم، نه نمیدونم با خر رفتم هوایی جا نرفتم اینا، ولی آموزگار بزرگی بود که خودش خدا رو در قلبش و در انسانهای دیگه و در گل و گیاه و طبیعت و خون و فلان پیدا کرده بود و میگفت. و سه مورد: پندار نیک یعنی خوب فکر کنید، گفتار نیک حرف خوب بزنید برخلاف امروز ما که حرف بد زیاد زدیم ساری، و عمل نیک انجام بدید. این که بشینید هنوز هم بعد از 35 سال با اون همه جنایتی که در مملکت داره میشه هنوز هم بشینید بگه آشا بد بود، شما فقط هواپیما بلد بود ببره، هیچ کاری دیگه بلد نبود که حالا این واقعا تو چی بگم، من اصلا به قولی قمباد گرفتم از این. حالا یه فیلمی دارم که در مورد شاهزاده توهین داره میکنه، هفته دیگه بهتون نشون میدم، روز دوشنبه بشینید گوش بدین. خب اینم گفتیم. من خیلی موارد بسیار مهمی دارم. خط باز دوباره آزاده، اگر کسی خواست که تشبیاری روی خط خوشحال میشم میشنویم شما رو. بعد من از کتاب من از این کتاب نمیتونم دست بردارم، نمیدونم چرا، کتاب سی گفتار شجاع‌الدین شفا، بیشتر از 20 جلد کتاب، در 15 جلد کتاب دارن که در مورد خرافه، زدائی و خردگرایی است معرفی میکنم. استاد بزرگوارم استاد پروفسور انصاری، مسعود انصاری، 15 جلد کتاب دارن که بی نظیره، بیشترش در مورد بساب آگاهی ماست، به ویژه آخرین کتابشون به نام دین سازان بی خدا که ادیان رو معرفی میکنه. کتابی دارن به زبون انگلیسی برای دختر و پسر روانشناستون، برای شوهر روانشناس یا روانکاوتون، برای دوستتون که روانکاوه، برای فامیلتون، حتی دکترتون اگر به روانشناسی مراجعه میکنید ایرانیه، کتابی هست به نام ترک اعتیاد به وسیله هیپنوتراپی. میدونید که استاد پروفسور انصاری 3 درجه دکترا دارن که یکیش همون در رشته و تخصص هیپنوتراپیه که من البته هیچی ازش نمیدونم، ولی میدونم و بنایشون استاد دانشگاه هستن و این کتاب رو نوشتن برای اولین بار راه‌هایی رو از طریق هیپنوتراپی برای ترک اعتیاد پیشنهاد کردن که تا به حال هیچ کس این راه رو نگفته. خواهش میکنم اینو بگیرید برای دوستاتون، دخترتون، پسرتون، کسانی که تو این رشته ها دارن کار میکنن یا حتی بچه های تحصیل کرده اینجاتون که انگلیسی بلدن بخونن، بگیرید بدید، زنگ بزنید به ما درخواست کنه خدمتون تقدیم کنیم. جناب دکتر یه مقدارشو به ما هدیه دادن. عرضم به حضورتون که من یک فقط از این آیه های چیز ما برای دیگه فرصتی نداریم، من البته فرصت که در دقیقه یه رو بیداریم، ولی من از این آیه های قرآن میخوام خدمتون بگم که در قرآن الله فرمودن که
نمیدونم مثل اینکه نیاوردمش که شما باید پیغمبری رو اطاعت بکنید که به زبان شماست و خود الله در قرآن فرمودن ما برای هر قومی برای هر زبانی به زبان خودشون ما براشون کتاب فرستادیم و پیغمبر فرستادیم. یا که مثل اینکه متاسفانه من نیاوردم الان اونو توی برگام بوده گذاشتم بیرون، ولی همیشه براتون خوندم که تمام آیه ها رو با اسم آیه و اسم سوره و اسم تمام و شرح کاملش رو، که بزرگترینش اینه که میگه که الله در قرآن کریم مجید نمیدونم اینا میفرماین که ما برای هر قومی به زبان خودش پیغمبر فرستادیم. یعنی ای محمد، ما دقیقا اینطوری میگن، میگن ای محمد ما این کتاب رو، این قرآن رو، این آیه ها رو برای مردم دزد قاتل بیابانگرد عربستان و صحرای نمنم عربستان و حجاز و اون اطراف فرستادیم که اینا رو شاید بتونیم یه مقداری آدمشون کنیم، تو با اونا کار کن، برای بقیه اقوامم ما خودمون میدونیم، خودمون براشون پیغمبر میفرستیم. پس بنابراین نیازی نبود که عربا به ما حمله کنن، میلیون میلیون از ما بکشن، گردن بزنن، آسیاب خون را بندازن و زن بچه ما رو به اسارت ببرن، به تمام زنای ما تجاوز کنن، بعد بچه هامونو ببرن غلام بچه کنن، بهشون تجاوز کنن، به عربو بفروشن، زن و بچه و دختر و همه عزیزای ما رو، و ما حالا براشون روزه بخونیم و تعزیه بخونیم و آش بپزیم و به قول خانم سفاری نازنین شور زرد بپزیم و غیره. اینم خدمتتون عرض کردم. من دو تا مورد میگم، خط های ما باز، یه خط داریم، خط گوش بدیم. نازنین هم روی خط هستین، بفرما خواهش میکنم. آقای باقری درود بر شما. درود به شما عزیز من. عزیزم من یک چند کلمه حرفا یادم رفت بود بزنم، دوباره موجوده اومدم روی ایر. خوب میکنه خسروخان، من صدای قشنگ تو دوست دارم، بفرما. قربونتو برم امیدوارم که پایدار باشی تا آزادی ایران ما رو ببینیم. امیدواریم. آقای باقری من دیشب برنامه آقای بطنخواه رو نگاه میکردم، خانم تهرانی را. بله. برای همیاری بود. بله بله. و یک نفر نیامد حداقل $500 به این تلویزیون کمک کنه. من باور کن هر وقت که این تلویزیون میبینم که داره واقعا با چین سختی روی ار میمونه رنج میبرم. هم وطنا هموطنان عزیزم خواهش میکنم، تقاضا میکنم به این تلویزیون همیاریتون رو برسونید. ببینید آقای باقری امروز شما خط باز کردین، چقدر روی ار اومدن، یعنی اگه شما این قد نمی کردین این ادامه داشت. درسته، برای من خواهش کردم آقای شاید سرسد پنجان رو روی خط می آمدن. خب هموطن عزیزم شما که واقعا اینقدر ارق ملی دارین، اینقدر عاشق ایران عزیزت هستی، عاشق کشور هستی و ارتشیان نازنین ما هستیم، بعد بنابراین باید به این تلویزیون عزیزان من سپردش کنیم. مرسی. شما دیشب یاران بعدها نازنین با آقای خانم زیلا تهرانی اومدن برای همیاری، همش دو تا یک تا تلفون رو کنن اومدن تو صحبت کردن، کسی نیمد همیاری سپرد کنه به این تلویزیون. هموطنان عزیزم از شما تقاضا میکنم در هر کجای هستین، هر جای دنیا هستین، تورنتو، امریکا، هر جا اروپا، هر جا هستین به این تلویزیون رو سپورت کنین تا یه همچین آدمایی مثل اون شطور بیان یه همچین غلطایی میکنه، ما بتیم در مقابلش رو بایستیم. مرسی. از شما تمنا دارم، دستای تک تک شما هموطن نازنین هم میبوسم برای همراهی به این تلویزیون نازنین. قربونت. بگو خواهش میکنم. آقای باوری باور کن خاندان پهلوی، شما ببینید بعد روی که یاری میاد تربیت میکنه تلاف ادا بکنه، میره تو رودخونه تلاف ادا بکنه، تربیت رو که تکون میده، اون آشانه که میره تلا رو میمونه و اونا چقدر دوست داره خاندان پهلوی ما مثل اون تلاف که تمام ایرانی ها دوستشون دارن. آفرین
آفرین. باور کن پیتر از قسم میخورم در داخل ایران اگه 80 میلیون اگه میگه 80 میلیون من میگه 100 میلیون برای اینکه در چندین سال گذشته باز 80 میلیون نیست این 120 میلیون جلوه تو ایرانه. من پیتر از قسم میخورم داخل ایران 80 میلیون طرفدار شاهزاده هستن به خاطر پهلوی شاهبانو نازنین ما هستن. زنده باد زنده باد. مرسی نازنین. من باور شدت میگم من الان دوستان رو از ایران اومده میگه آخوس باور کن امسال تک کنم نه 100 درصد جمهوری اسلامی نابود شده است. امیدواریم آرزو میکنیم. خسرو جان قربون شکلت. این طلای میمونه خاندان پهلوی ارتشیان ما این مثل طلا میمونه. حالا برز ما قاراباغی که خیانت بزرگی به مملکت ما اون فردوس کرد اون واقعا خودش الان شر میکشن اگه زندان بمونن 100 سال دیگه اینا بازی سرشون دستمال بذارن توی گوشه اتاق بشینن. درسته درسته. خیلی ممنونم خسرو جان قربونت برم. مرسی. خواهش میکنم به این تلویزیون هم بدن نازلین هم کمک کنین بذارین تلویزیون بمونه برای ما. سپاسگزارم. با جان و سخن از زبان ما میگویی. مرسی نازنینم. من خط دارم الان میگیرم شما رو. یه مطلبی رو من خدمت تو عرض کنم. چی فرمودین؟ یعنی وقتم یه دقیقه مونده پس این مورد بگم خدمتون. من در برنامه خانم زینا تهرانی خواهم خواهش کنم هر کس از هر برنامه ایراد داره بیاد روی خود همون برنامه روی برنامه خانم تهرانی شنیدم که یعنی به من گفتن چون ما هیچ کدوم ما از اینجا که بریم هر کدوم میریم دنبال کار و کاسبی خودمون هر کدوم ما کار میکنیم یعنی بیکار نیستیم مثل اون دوست مثل آقای شیره‌ای که برید بشین فقط تنیکو بشنیم و بگیم شما بد بودن من شو خلبان بودن فقط. این ما اینجوری نیستیم ما میریم کار میکنیم ولی از اینجا دیناره نداریم. بنابراین روی برنامه ایشون از من یعنی انتقاد فرموده بودن یه دنیا لطف کردین که انتقاد کردین فرموده بودن. من گفتم عربا بابا من هرگز به ایرانی نمیگم شما اولا ما عربی. دوستی هم گفت خوزستان یعنی اهواز و نمیدونم اندیمشک و نمیدونم خرمشهر و قصبه و کجا و کجا و کجا و کجا اینا خوزستان هست ولی عرب نیستن هیچ کدوم عربی هم صحبت نمیکنن. یه گوشه ای از کنار اروندرود که هم مرز با یعنی فقط اون رودخونه اروندرود بین ایران و عراق فاصله هست که بیشتر از مثلا 100-150 بعضی جا 300 متر بیشتر نیست اینا هستن. این گوشه ای تو نخلیا عربی صحبت میکنن. شما هم ایرانی هستین عرب نیستین عرب زبانین یعنی گویشتون به زبان عربیه. این اشتباه نشه. من قربون تموم خوزستانیا تموم اینا که در این جوار رود اروندرود و کارون و زن کارون که نه کارون که همه فارسی صحبت میکنن همین فقط این کناره اروندرود و اینها که قدیما میگفتن شدال عرب اینا بابا جون شما ایرانی عرب زبانه. من همتون رو دوست دارم قربون همتون میرم. باز خطا روشنه ولی متاسفانه به من فرمودن که دیگه فرصتی نیست یعنی چراغم روشن کردن که 10 دقیقه یعنی 2 دقیقه دیگه من دیگه باید از این اتاق برم بیرون. بنابراین همه این موارد خدمتتون عرض کردم. بازم خیلی امرو برنامه جالب بود. روز دوشنبه منتظر باشید باز یکی دیگه از لجن پراکنی های مشیری رو براتون میارم پخش میکنم و خواهش میکنم که بیان تو دهنیشو شما بزنید. من اینجا میدونید یه مرزی دارم بیشتر از این دیگه نمیتونم. البته خودم آدم بی تربیتی نیستم ولی خونم جوش میاد که یه حمال یه آشغال یه کسی که فقط جاش توی لجن هاست این بیاد به ارتش ما توهین بکنه و شیشکی داره اینا جنرال بودن اینا جنرال بودن که ایطوری بودن حالا نشه جنرال ها رو داره نشون بده که تمام سینه هاشون با گوله سوراخ سوراخ شده بعد این حیوان میشینه براشون شیشکی درد میکنه یعنی چیزی که از پایینش باید در بیاد از دهنش در اومد. بنابراین خواهش میکنم که به تلویزیونشون زنگ بزنید بگین این کثافت از اونجا بیرون کنن. من به همتون عرضم برابر معمول همیشگی امیدوارم که امروز زبان درازی منو ببخشید. من پوزش میطلبم
بعد میگیم که به یاد دوران پرشکوه گذشته، دوران پهلوی ها و به امید رهایی ایران در آتیه بسیار بسیار نزدیک. من امروز دلم میخواد که آخرین کلام تمومه آخرین کلام خانم آزاده رو بگم. در تلویزیون آقای فاضلی که میگفت که چه دعا بهتر از این، گریت از سر شوق، خندت از ته دل، نبود هیچ غروبت غمناک، به امید رهایی ایران. خانم آزاده اگر هر جای صدای ما را میشنوید لطفا به ما زنگ بزنید، علاقه مندیم که در خدمتتون باشیم. مرسی از کارگردان عزیز و خدا نگهدار. تفر کردم که از عشقت جدا شم، دلم میخواست دیگم عاشق نباشم، ولی عشق تو قلبم مونده با دل دیوونم و سوزونده با دل دیوونم و سوزونده با هنوزم عاشقم، هنوزم عاشقم، دنیای دردم مثل پروانه ها دورت میگردم، مثل پروانه ها دورت میگردم.